سلام، درود به همه کامیک فکسیای عزیز. حالتون چطوره؟ کم کم داریم به حال و هوای اکران ونوم 2 و اسپایدرمن نو وی هوم نزدیک میشیم و ما میخوایم تئوری های احتمالی که ونوم میتونه توی MCU اسپایدرمن رو بکشه بررسی کنیم. من عرفان هستم و شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. فقط قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ویدیوی امروز، میخواستم بهتون کانال جدیدمون به اسم مگا مایند رو معرفی کنم. مراقب کابوس هایی که ممکنه سراغتون بیاد باشید. اگر تایتان ها واقعی باشن و یهو سر و کلشون پیدا بشه، آیا ما زنده میمونیم یا هممون تبدیل میشیم به صبحانه‌شون؟ بزرگترین دفاع در برابر تایتان ها چی میتونه باشه؟ در برابر اونها از چه تکنولوژی هایی میتونیم استفاده کنیم؟ چه جوری میتونیم از پس یک تایتان غول پیکر بر بیاییم؟ این ویدیو درباره اینه که اگر تایتان ها واقعی بودن و توی زندگی ما حضور داشتن چه اتفاقی میافتاد. سلام، به مگا مایند خوش اومدید. ما داخل این کانال هر روز هفته به غیر از جمعه ها براتون ویدیو میسازیم و داخل اونجا ما شما رو به حقایقی آشنا میکنیم که در رابطه با اونها چیزی نمیدونستید یا برای شما توی حاله ای از ابهام قرار داشته. پس حتما بعد از تماشای این ویدیو به مگا مایند سر بزنید و اگر با ویدیوهای اونجامون هم حال کردید، با سابسکرایب کردناتون ازمون حمایت کنید. لینک کانال مگا مایند رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم و آخر ویدیو هم دو تا از ویدیوهای مگا مایند رو بهتون معرفی میکنم. و این که فکر نکنم حرف دیگه باقی مونده باشه، اگر آماده اید برو بریم سراغ ویدیوی امروز. لیتس گو. خب اینطور که بوش میاد، ظاهرا اسپایدرمن و ونوم تا چند سال دیگه داخل یک فیلم در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. و خب به نظرتون این دیدار چجوری خواهد بود؟ بیایید با هم دیگه یک سری از این نمونه ها رو بررسی کنیم. اگر این اتفاق بیفته، من یه حسی بهم میگه که اسپایدرمن تام هالند در برابر ونوم تام هاردی هیچ شانسی نمیتونه داشته باشه. اگر ونوم یک شخصیت مبارز مرگبار باشه، هممون میدونیم که ضربه آخرش چجوری خواهد بود. اون رقیبش رو بلند میکنه و بعد مثل یک چیز بزرگ میخوردش. هممون میدونیم که این روش برای ونوم یک روش ایدئاله. از تریلرها مشخصه که تمام تمرکز برایک روی اینه که جلوی ونوم رو بگیره که آدم بدن رو نخوره. این کار دیگه براش تبدیل به شغل تمام وقت شده. اما خب چه دلیلی باعث میشه که ونوم بخواد در مقابل اسپایدرمن قرار بگیره؟ راههای زیادی برای این ماجرا وجود داره. مثلا امکان داره که سیمبیوت نسبت به اسپایدی حساس شده باشه. همونطور که از توی کامیکا هم معلوم بود، بزرگترین چالش توی این مبارزه برای ادی میتونه این باشه که جلوی سیمبیوتش رو بگیره که ابرقهرمانها رو نخوره. حتی اگر اونا هم نذارن که این اتفاق بیفته، ونوم در حالی که دهنش باز آماده ی خوردنه، اسپایدی رو میبره بالا و آماده میشه که جمجمش رو مثل یک سیم گاز بزنه. و این میتونه آخرین پوستر برای ونوم در مقابل اسپایدرمن باشه. امکانش هست که سونی سناریوی سیمبیوت رو نسبت به اونچه که در کامیکا بوده معکوس کنه. توی مارول پیتر در داستان جنگ های پنهان یا همون سیکرت وارز به یک ماموریت فضایی میره و سیمبیوت رو برمیگردونه که باعث میشه بهش یک لباس سیاه نمادین داده بشه. سرانجام یک روز حقیقت رو راجع به لباس جدیدش متوجه میشه و سعی میکنه که از شرش خلاص بشه. متاسفانه اون، یعنی همون لباسی که از شرش خلاص شده، افتاد روی رقیبش یعنی ادی براک و تبدیلش کرد به ونوم و اون دوتا یک رقابت وحشتناک رو شروع کردن که هنوز هم بعد از مدت ها پا برجاست. موضوعش یه فنگیز اینه که اسپایدرمن توی جنگ ابدی روی یک تیکه ماده چسبناک قدم گذاشت و اون ماده سیاه چسبناک تبدیل شد به لباس سیمبیوت. سرانجام اون سیمبیوت شخصیت مستقل خودش رو پیدا کرد و پیتر پارکر فضا رو با یک سری خاطره بد تر کرد. احتمالش خیلی زیاده که وقتی پیتر و ادی به جون همدیگه بیفتن، سیمبیوت براک رو به نفع پیتر رها کنه و این باعث میشه ورژن قوی تری از اسپایدرمن دیده بشه و ریسک هایی که معمولا از پیتر سر نمیزنه رو انجام بده. این میتونه منجر به پایان نابهنگام پیتر بشه. البته این احتمال هم وجود داره که براک تبدیل به یک آنتی ونوم بشه و اون رو از سیمبیوت جدا کنه و زندگیش رو نجات بده. شایعاتی پراکنده شده که تام هالند تنها اسپایدرمنی نیست که روی صحنه ظاهر شده. تقریبا همه متقاعد شدن که توبی مگوایر به صحنه باز خواهد گشت و برای ونوم هم خیلی منطقیه که بخواد به زندگی این ورژن از اسپایدرمن برای همیشه پایان بده. آخرین باری که توبی ونوم رو ملاقات کرد، ماجرا برای ونوم خیلی خوب تموم نشد و توبی ونوم رو منفجر و تیکه تیکه کرد. آره، پس اینطوری منطقیه که ونوم تام هاردی دلیلی داشته باشه برای در افتادن با توبی. اون احتمالا تصمیم داشته که انتقام نابودی جهان ابدیش رو با حذف کردن توبی از صحنه روزگار بگیره. البته این احتمال هم وجود داره که اون شاید اومده اسپایدرمن اندرو گارفیلد رو ناکار کنه. البته این احتمالش خیلی کمه. منظورم اینه که خب اندرو گارفیلد نسبت به سه فرانچایز دیگه کمتر موفق بوده و اگر ونوم بخواد بکشتش، اوضاع خیلی بد میشه. نه، حداقل بذاریم الکتروی جیمی فاکس این کارو بکنه. اما خب الان سوال پیش میاد که ونوم چی؟ اون چه اتفاقی براش میفته؟ کارنیج. کم کم متوجه میشید که این موجود چقدر میتونه خطرناک باشه. کارنیج وقتی به وجود اومد که مارول میخواست ونوم رو از یک شروع تبدیل به ضد قهرمان کنه،
اونها نیاز داشتن که یک ورژن فوق‌العاده بعد از یک شخصیت سیمبیوتی رو معرفی کنن تا ونوم در برابر اون تبدیل به یک شخصیت دوست داشتنی بشه. اونا احتمالاً روی این موضوع خیلی سخت کار کردن، چون کلتوس کسدی به معنای واقعی کلمه یک هیولا است. ونوم و کارنیج اغلب اوقات به عنوان دشمنان مرگبار در نظر گرفته میشن، اما قبلا با همدیگه تیم تشکیل میدادن تا حساب وب هد رو برسن. کارتونا خیلی تمایل دارن که اونا رو به عنوان شخصیت‌های دوگانه در نظر بگیرن. با این اوصاف خیلی هم غیر ممکن نیست که تام هالند بین این دو هیولای سیمبیوتی گیر بیفته. بین امیدوار باشیم که ونوم کسی است که اسپایدرمن رو بکشه. این که اسپایدرمن به دست ونوم کشته بشه خیلی بهتر از اینه که به دست کارنیج بیفته. اما خب حالا با هم دیگه بریم یه سری از داستانای دیگر رو که ونوم و اسپایدرمن با هم دیگه درگیر بودن رو بررسی کنیم که از این ماجرا بیشتر سر در بیاریم. یک عالمه ونوم وجود داره که میخوام برای پیتر پارکر دردسر درست کنه. برای مثال یک ورژنی از ونوم وجود داره که برای متنفر بودن از پارکر دلایل زیادتری از ادی براک داره. و اون کیه؟ بله، مک‌گارگن. اون به تومز گفت که میخواد از اسپایدرمن انتقام بگیره، ولی خب بعدش ازش هیچ خبری نشد، در حالی که اون بیشتر برای تبدیل شدن به اسکورپیون معروفه. اما یک دوره کوتاهی هم بود که به یک ونوم سیمبیوتی متصل بود. اگر ونوم از ادی جدا بشه و راههایی برای رسیدن به گارگن پیدا کنه، اولین کاری که وارد لیست کارهایی در دست اجرایی گارگن میشه اینه که به حساب اسپایدرمن برسه. البته قطعا اولین کارش فرار کردن از زندانه و بعدش کشتن اسپایدرمن. اسپایدرمن در طول تاریخ ابرقهرمانیش از مبارزه با ابرشرورها گرفته تا شریک شدن با کاپیتان آمریکا مشکل خاصی نداشته. اما در انتهای دور از خانه کل زندگی پیتر خراب شد و همه حالا اسپایدرمن رو میشناسن و به نظر میرسه که داره زندگی هر کی که اطرافش هست رو نابود میکنه. پیتر توی نووی هوم میره سراغ دکتر استرنج. اما بیاین با حقیقت مواجه بشیم. اسم فیلم چیه؟ نووی هوم. هیچ راهی وجود نداره. اسپایدرمن اغلب تمایل داره که به خاطر درست کردن اوضاع آشفتگی به بار بیاره. بنابراین احتمالش هست که پیتر هنوز هم بعد از نقشی که در نووی هوم داشته دچار بحران هویتی باشه و ونوم میتونه به یک راه حل کامل و بی‌نقص برسه. امکانش هست که ونوم ظاهرا بتونه اسپایدرمن رو توی مبارزه بزرگ پایانی بکشه و شرایطی رو ایجاد کنه که انگار اسپایدرمن دیگه‌ای وجود نداره، در حالی که پیتر هنوز زنده است. این باعث میشه که پیتر دیگه دست از تار عنکبوت پرتاب کردن برداره و یک نفر دیگه، یعنی مایلز مورالز، عنوان اسپایدرمن رو به خودش اختصاص بده. اما میشه خیلی چیزای دیگر هم در نظر گرفت. فیلم بعدی ونوم میتونه در رابطه با نال خدای سیمبیوت‌ها باشه. اون تا وقتی که جهان رو به نابودی بکشونه زنده میمونه و قصدش اینه که از جهان چیزی جز تاریکی باقی نمونه. اون توانایی این رو داره که همه سیمبیوت‌ها رو توی یک هایو مایند بزرگ جمع کنه و کنترلشون کنه. به احتمال خیلی زیاد نال ونوم رو تحت اختیار میگیره و بنابراین ونوم تحت کنترل نال میتونه اسپایدرمن رو به کشتن بده. اما از اینا که بگذریم، یک موضوعی وجود داره که پیتر پارکر بهش خیلی معروفه و اونم خودکشیه. پیتر از وقتی که امبوبن رو از دست داد همش احساس گناه میکرد. بنابراین هر وقتی که احساس میکرد میتونه با قدرتی که داره جون یک نفر رو نجات بده، شانسش رو از دست نمیداد و براش هم مهم نبود که اون کیه. پیتر تام هالند بیشتر از هر اسپایدرمن دیگه دست به خودکشی زده. اون توی هوم کامینگ به معنای واقعی کلمه زندگی خودش رو به خاطر نجات زندگی آدریان در خطر انداخت. ای تام هالند ایثارگر. اما یک احتمال دیگر رو هم میتونیم در نظر بگیریم و اونم اینه که اسپایدرمن و ونوم به هم دیگه ملحق شدن و سر کارنیج و نال و سینستر سیکس و باقی شخصیتایی که تهدید محسوب میشدن خراب شدن و به نظر میرسه که ونوم متوجه شده که داره توی این مبارزه شکست میخوره و قبل از اینکه بره سراغ ادی براک، پیتر میپره وسط ماجرا و جونش رو برای نجات دادن ادی به خطر میندازه و بعد از اون براک توی کامیک ها صاحب یک پسر میشه. خب این بود از ویدیوی امروزمون و احتمالاتی که میتونه در آینده برای اسپایدرمن و ونوم رخ بده. اگر شما احتمالات دیگه ای رو هم میتونید در نظر بگیرید، حتما توی کامنت ها به همون بگید و راستی یادتون نره که به میگا مایندم سر بزنید. خب خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و سابسکرایبتون و معرفی ما به دوستاتون ازمون حمایت کنید و تا یک ویدیو کامیک فکت دیگه، خدا نگهدار.